ما به طور روزانه حدود 150 میکروگرم یود در رژیم غذاییمون باید باشه. بله 150 میکروگرم خیلی زیاد نیست، ولی متاسفانه دو میلیارد نفر یا 2 بیلیون نفر در سراسر دنیا با کمبود یود مواجه هستند، که بیشتر تو نواحی کوهستانی قسمت های عمده ای از اروپا هنوز درگیر کمبود یود هستن. تقریبا یعنی از هر 3 نفر یه نفر. بله. چقدر خوب شده که 15 16 ساله که نمک یوددار در کشور ما ترویج پیدا کرده و به این ترتیب اصلاح شده این مشکل. در کشورهای اروپایی در خیلی مناطقشون نمک یوددار استفاده نمیکنن، حالا به خاطر مسائل فرهنگی و حالا مسائل دیگری هستش، ولی در امریکا کمبود یود وجود نداره. در افریقا، در امریکای جنوبی کمبود یود خیلی زیاد دیده میشه. و اگر این 150 میکروگرم یود که در زنان حامله تا 200 میکروگرم این نیاز افزایش پیدا میکنه به بدن ما نرسه، ما کمبود یود خواهیم داشتش. دست. کمبود یود باعث بروز گواتر و کمکاری تیروید میشه. شایع ترین علت کمکاری تیروید در سراسر دنیا کمبود یوده. ولی در کشورهایی که کمبود یود ندارن مثل کشور ما و بعضی از کشورهای غربی علل دیگری مطرح هستش که حالا من بعداً خدمتتون عرض کنم. خب این یود چیکار میکنه؟ یود توسط غده تیروید برداشت میشه. غده تیروید دو تا هورمون مهم رو میسازه. یه هورمونی هستش که 4 تا اتم یود داره. برای همین بهش میگیم T4. درسته. یا همون اسم دیگه‌اش تایروکسین هستش. تی اول تایروید هسته. یه هورمون دیگری میسازه که T3 بهش میگیم، 3 اتم یود میده داره. عمده هورمونی که تیروید میسازه همون T4 هست. اون تا T4 خودش خیلی فعالیت نداره. این در سلول تبدیل به T3 میشه. درسته. و T3 در هسته سلول مینشینه و تأثیر خودش رو اعمال میکنه. خب این غده تیروید همینطور سر خود نمیتونه این هورمونا رو بسازه. تحت فرماندهی یه جای دیگه باید باشه. غده هیپوفیز در مغز این رو سنس میکنه، درک میکنه که چه مقدار تیروید داره هورمون وارد خون میکنه. بله. تا تیروید خیلی جزئی هورمون کم بسازه، غده هیپوفیز میگه حواست باشه، من این رو درک میکنم، این رو میفهمم، پیغام بهش میده تو داری کمکاری میکنی، باید هورمون بیشتر بساز. این پیغام چیه؟ یه هورمون دیگری است که غده هیپوفیز میسازه. بله. از طریق جریان خون بله. به تیروئید میرسه. این هورمون به نام هورمون محرک تیروئید نامیده میشه که اصطلاح علمیش TSH تایروئید استیمولیتینگ هورمون. بله. به نام TSH. بنابراین اگر سطح هورمون های تیروئید یعنی T4 و T3 در خون کاهش پیدا بکنه، TSH افزایش پیدا میکنه. وقتی که تیروید پرکار میشه این هورمونا رو زیاد میسازه، غده هیپوفیز اون هورمون محرک تیروید رو کم میفرسه سراغ تیروید، بنابراین سطح تی اس اچ کاهش پیدا میکنه. چقدر تنظیم این هورمون های تیروید و ثابت موندنشون در خون مهمه که یک بخشی از دیگری از بدن در مغز موظفه که نظارت بکنه و این مقدار رو ثابت نگه داره. خود هیپوفیز هم تحت تاثیر هیپوتالاموس با TRH که داره چندین ناظر وجود داره. یعنی اونقدر این پیچیدگی فکر کنم پیچیدگی کاملا حساسیت موضوع رو مشخص میکنه که چرا اینقدر تیروید اهمیت داره و چرا اینقدر این برنامه رو ما در واقع اختصاص دادیم به تیروید و کمکاری تیروید. حالا اگه بحث فیزیولوژی باز چیزی مونده که اهمیت داشته باشه برای درک بعد در قسمت‌های بعدی، یه نکته دیگه هم اگه اجازه بفرمایید، ببینید سطح نرمال T4 در خون بله. بین 4.5 تا 12 میکروگرم در دسیلیتر خونه. بله. من نمیخوام این اعداد حالا ذهن بینندگان رو مشغول بکنه، ولی میخوام بگم یه رنجی داره این. درست. حالا فرض بکنید در بدن من سطح T4 برای من به طور نرمال باید 11 باشه. درست. اگر تیروئید من یه خورده خیلی کم T4 رو کمتر بسازه، بله. این T4 بیفته 10 در خون من، تیروئید هیپوفیز من این رو سنس میکنه، TSH رو افزایش میده. بنابراین وقتی من آزمایش میدم میبینم T4 هم 10 در محدوده نرماله، خارج از محدوده نرمال نشده، ولی TSH اومده بالا. این رو بهش میگیم کمکاری تحت بالینی تیروئید. بله. یعنی کمکاری که خیلی شدت کمتری داره. T4 من در محدوده نرماله، فقط TSH من رفته بالا، علامتی ظاهر نشده ولی بدن داره خودش تنظیم. بله.
این نیاز به در یک سری موارد نیاز به درمان داره. بعضی از بیماران میگن که خب سطح هورمونای ما که طبیعیه، پس چرا مثلا این تی اس چه بالا رفته؟ به خاطر اینه، ممکنه در بدن شما سطح نرمال تی فور خون شما مثلا 5 باشه، 5.5 باشه. خود بدن رو تنظیم. برای هر فردی خاص. برای همینه که میگیم که میزان نرمال در جمعیت 4.5 تا 12 است برای تیفال. یه محدوده. ولی کاهش در همین محدوده نرمال برای هر فردی ممکنه که مشکل ساز بشه. مشخصات کلی تیروئید و اهمیت یود صحبت کردیم و به اینجا رسیدیم که حالا می‌خوایم وارد بحث کمکاری تیروئید بشیم و علائم کمکاری تیروئید رو از آقای دکتر بپرسیم. آقای دکتر خواهش میکنم. بله، کمکاری تیروئید در همه ارگان ها علامت میده. بله. چون تأثیر هورمون در همه ارگان ها هست. همونطور که خانم دکتر در اوایل فرمایشاتشون فرمودن، اگه واقعا پزشک توجه به بیماری تیروئید نکنه گیج میشه. بله. چون علائم بسیار متنوع و در واقع گفته میشه که کمکاری تیروئید یکی از گولزننده ترین بیماری های پزشکی هستش، به خصوص که شدت های مختلفی داره، از موارد تحت بالینی که هنوز سطح هورمون در خون نرماله یه خورده کاهش پیدا کرده، تا موارد فوق العاده شدید کمکاری تیروئید که معمولا مواردی هستش که دیر تشخیص داده شده یا خود بیمار مراجعه نکرده یا خیلی سریع کمکاری تیروئید اتفاق افتاده. من اگر بخوام ارگان به ارگان علائم رو خدمتتون عرض بکنم، از روان شروع بکنیم. درسته. کمکاری تیروئید میتونه باعث افسردگی بشه، میتونه باعث گاهی سایکوز بشه. سایکوز به این مفهومه یک بیماری روانی فرد داره ولی خودش بصیرت به بیماری خودش نداره، فکر میکنه بیمار نیست، فکر میکنه بیمار نیست. و روانپزشکان هر بیماری که بیماری روانی با هر نوع اختلال روانی که مراجعه میکنه، از استراب و افسردگی گرفته تا موارد سایکوز، حتما یه تست تیروئید میدن. اتفاقا بحث هفته گذشته ما همین بود. بله. که اشاره اونجا هم خیلی دقیق شد که حتما با تیروئید چک بشه. بله، چون اگر چک نشه اون درمان های روانپزشکی هم اصلا بی اثر خواهد. بله. فرد بی حال و حوصله میشه، تمرکزش کم میشه، حافظش کم میشه، قدرت فکر کردن رو دیگه مثل قبل نداره، خیلی دیگه مثل قبل آلرت نیست، سر حال نیستش. و چون حال و حوصله نداره ممکنه که در برخورد با دیگران پرخاشگری پیدا بکنه. علائم دیگری که ایجاد میکنه، در پوست باعث سردی پوست، خشکی پوست میشه، رنگ پوست یک رنگ زرد کهربایی خاصی پیدا میکنه که علت تجمع کاروتن در پوست هستش، موها خشن، خشک و شکننده میشند، ممکنه یه قسمتی از ابروها بریزه، ناخونها شکننده میشن. در مورد شدیدتر معمولا این اتفاقات رو ما میبینیم. فرد احساس عدم تحمل سرما رو داره، دوست داره همش تو محیط گرم باشه و این ممکنه که در خانواده مشکلات ایجاد بکنه. حتی در فصل گرم سال میخوان همه کولر روشن کنن، همیشه سردش هستش. و از علائم دیگری که ایجاد میکنه در دستگاه قلبی عروقی، باعث میشه که فرد توان فعالیت‌های بدنیش کم بشه، چون عضله قلب ضعیف شده، ضربانش کاهش پیدا کرده، قلب دیگه مثل قبل برونده خوبی رو نداره. منچه یه خود فعالیت بدنی میکنه زود خسته میشه. فشار خون فرد ممکنه یه مقدار افزایش پیدا بکنه. به علت افزایش چربی‌های خون، به خصوص کلسترول که در جریان کمکاری تیروئید اتفاق میفته، دیده شده که تنگی عروق کرونر قلب تو این بیماران شایع‌تر هستش. از عوارض دیگری که ایجاد میشه در دستگاه تنفسی، باز ضعف عضلات تنفسیه، تنگ نفس برای فرد ایجاد میکنه و همچنین خورخورهای شبانه تو بعضی از این بیماران فوق العاده زیاد دیده میشه که معمولا به علت بزرگ شدن زبان هست که در هنگام خواب دچار آپنه یا وقفه تنفسی میشه و خورخور. و این افراد در بعضی موارد اینقدر شدید هستش که در طول خواب مکررن وقتی تنفسی پیدا میکنن، ناگهان از خواب بیدار میشن و این باعث میشه خواب منظم و عمیق و خوبی نداشته باشن. صبح که از خواب بلند میشن خستند، سردرد دارن، در طول روز همیشه چرت میزنن و دیگه اون آدم طبیعی سالم قبلی نیست. دستگاه گوارش اثری داره؟ دستگاه گوارش باعث یبوست اکثرا میشه، باعث
نفخ میشه، باعث کاهش اشتها در فرد میشه. در موارد شدیدش ممکن اصلا روده ها کاملا فلج بشن، حرکات روده ها کاملا کم میشه. ببینید، یعنی تمام بدن کند میشه.